هستیم در ادامه برنامه و مادری که در این بخش مهمان ما هستند، باید بگیم که خانم رقیه نایل هستند، وکیل نماینده مردم خور در مجلس نمایندگان. بله. سلام خانم رقیه، صبح بخیر، خوش آمدین، روز مادر مبارک. سلام شما بخیر، روز مادر به شما همچنان مبارک، به شما مبارک. زنده و سلامت باشین. بسیار خوش آمدید. خوش باشین. و امیدوار هستم که امروز و دیروز امروز به خیر آغاز کرده باشین و دیروز هم به خیر سپری شده باشه. سلامت باشین. یک گودیگک هم همراهتون آوردین. این گودیگک کی است؟ این دخترم از فریحه دیگه آوردم که فرزند باش بینده برنامه. خوردتان هستی؟ فرزند دومیم است. خب. بله. چند اولاد دارین خانم رقیه؟ بس یه تو سه فرزند دارم. اولی مکتب رفت، صنفی دو بود. باز گفتم درسایت مهم از غیر حاضر نشی. اول هفته هم از دیدم. بله اول هفته است. باز فریحه آمادگی میره. دمو مکتب آمادگی شب میگیره. باز گفتم امرای خدا آوردم. سر علاقه گرفت که بیایه. و سیومی که از خورده است. نزدیک یک سالش از خانه است. فریه دیروز چی تحفه گرفت برای مادرک خود؟ فریه جان چی تحفه گرفتی؟ کیک گرفتی، گل گرفتی، چی گرفتی؟ کدام رسامی بر مادر جان دادی؟ چی دادی بر مادر؟ ها؟ چی کردین در خانه کد دگرا؟ کد... نه فریه جان؟ فریه چقدر مادر خود دوست داره؟ خود مادر جان بر ما میگه، خانم رقیه بر ما میگه، خودش خونه میگه. خی تو فکر کو فریحه جان، باز از خودتان میپرسیم. خب به نظر شما خانم رقیه، یک مادر موفق چه زمانی میتونه موفق باشه و چه زمانی به یک مادر میتونه موفق بگوییم؟ خب متفاوت از مادران که خانه است و امور منزل پیش میبره و مادران که بیرون کار میکنه، ولی به هر دویش ما میتونیم چنان که برنامه بریزن موفق میگیم. بخاطر از اینکه تربیه فرزندان بسیار مهم است. وقتی ما بیرون از منزل کار کنیم چنان که شما درک میکنین و طبیعی است که ما باید بر خود برنامه بریزیم. بخاطر از اینکه اگر ما برنامه نریزیم و نمیشه که ما مادران موفق باشیم. بخاطر از اینکه هم با رسیدگی به خانه و فرزندان تربیش و هم در بیرون که ما یک مسئولیت بسیار خطیرم داریم، نمایندگی از مردم سه دور است که ما دارم، ولی بسیار مهم است که ما به دو طرف رسیدگی بکنیم. این زمانی که ما با برنامه پیش میریم و به هر دو طرف رسیدگی صورت میگیرم، صدای مردم نمیمره، چون من از دید خود میگم که وکیل مردم هستم و هم رسیدگی به مشکلات مردم و عرایض و شکایات و حاضری دادن همیشه به درون مجلس که ما باید با جمله غیرحاضران دائمی محسوب نشویم و هم بله حاضر و هم در داخل خانواده و خانه و فرزندان که اینجا ما یک حداقل یک برنامه را تنظیم کنیم تا رسیدگی شود و هم فرزندان مکتب بره و هم کودکستان بره هم به خانه که از رسیدگی شود. در این زمان است که وقتی اینا درست پیش میره، من فکر کنم که ما در این قسمت موفق هستیم و موفقیت ما را شاید کسای دیگه تایید کنه. منظور برنامه است که بریزیم یا تقسیم اوقات معین رسیدگی به کارا. شما چطور زمان تنظیم کردین و چطور تنظیم میکنین؟ همونطور که گفتین خودتان، شما نمایندگی میکنین از مردم یک ولایت در مجلس و بعد که به مردمی که در ولایت زندگی میکنن توجه داشته باشین، به مشکلاتشان رسیدگی شه و شما را به عنوان نماینده خود انتخاب کردن. باز این طرف مسئله خانه و خانواده و همون جمع خانوادگی است که چطور وقت میگذارین بر اولادها، خصوصا به اینکه همراهشان بشینین و برین جایی و گردش، زمان شما چطور تنظیم میکنین؟ با خب کم متفاوت است وظیفه وکالت و نمایندگی از مردم با یک کسی که معلم و مامور و رئیس یک بخش باشه بره، ولی وکالت خیلی مشکلات خود داره. بخاطر از اینکه هم تو رسیدگی بتونی به فرزندان و خانه و هم بری به مشکلات مردم در بیرون و امروز حاضری بتی. ما طور تنظیم کردیم که بالاخره همی بحث تربیه فرزندان و خانه و اینا دخیل نباشه به وظیفه ما و هیچ معکل ما احساس نکنه که بالاخره خانم نایل ازدواج کرده و به ما توجه نشده و مشکلات ما توجه نشده. هم ملاقات مردمی خود هفتوار دارم
کوش میکنم تلفن‌هایشون هم جواب بتم، ولی شاید در یک مجلس رسمی باشم جواب دادنتونم، و هم در درون مجلس و هم برنامه‌های دیگه ای که مردم داره و رفتن به ولایت که خیلی مهم است، در اونجا ما کوش میکنم که بر هر بخشی که مربوط به مردم میشه اول اونجا رسیدگی شود. اینا مهم است تربیش، و در اینجا خب کسی را ما مجبورم بیاریم در خانه که اینا را نگاه کنه و رسیدگی شود به غذایشان تا اینکه ما ناوقت میرسیم و از مکتب چطور بگیره. اینا را ما نفر داریم که امرایشان همکاری کنه به این شیوه، و این سکته با کارهای مردمی وارد نشود. نهایت سعی کردیم که برای یک تقسیم اوقات معین باشه. در روز مادر، خانم رقیه نایل برای مادر نازنین خود چه تحفه‌ای گرفته بود؟ گرانبهاترین تحفه خودت برای مادر چی بود؟ خب برای مادر هر چی که گرانبهاترین تحفه را بری خریداری کنه شاید به هیچ باشه، ولی به مادرم او احساس و احترامی که به عنوان یک فرزند برش میتی و احترامش میکنی و همواره برش رسیدگی و توجه میکنی و احترام میکنی شاید بالاترین تحفه باشه. بسیار زیاد سعی کردیم که اول خودم تبریک میگم امی روز برای مادر عزیز خود، برای همه مادرها، برای مادران افغانستان، برای مادران غور که امروز ما تجلیل میکنیم از این روز، گرامی میداریم که واقعا مادران افغانستان خیلی غم میبینن هر روز، خیلی به سوگ فرزندانشان میشینن، بسیار روزای متاثر کننده هم هست، ولی تلاش کردیم که اما آخرین حقی که مادر داره بالای فرزندش او را ادا بکنم که اما احترام و رسیدگی به مادر است. ما امروز برای خودتان هم یک تحفه داریم، نمیفهمم که چی هست، از طرف برنامه است و این تقدیم شما. تشکر میکنم، شما هم لطف کردید، ما هم برای خودتان یک شاخه گل میتونم. بسیار تشکر، بسیار تشکر از یک تحفه دیگه هم داریم. جمال مبارز میایه، آهنگ داره برای مادر و خوش داریم که شما هم باشید. خوب است؟ جمال جان بفرمایید. سلام به شما امید جان، سلام به شما مریم جان، سلام به شما مادر عزیز. روز مادر را به مریم جان تبریک میگم، اولین بار است که مادر شدم، بر شما روز مادر تبریک باشه. سلام به تمام بینده های عزیز، امیدوار هستم که همگی جور و صحتمند باشن. روز مادر را به تمام مادرای عزیز تبریک میگم، امیدوار هستم همگیشون خوش و خندان باشن. ما یک آهنگ و بسیار فرصتی کم تهیه کردیم به این روز، امیدوار هستم که دوست خوش شما باشه. خوب است، مشنیم جمال نازنین. مبارک روزت مادرم، تو باعث شدی شود باورم، محبت و عشق داره وجود، کاش میشد میدادم به تو عمر خود. وقتی که بره اولین بار چشم ما باز کردم و دیدار، چشمای پر از مهر تا دیدم، معنی مهربانی را فهمیدم، فهمیدم آغوش تو آرامش از برم. اولین بار با زبان گفتم که مادرم، آغاز کردم و گویش اولین بار به نام تو. مادر سالاری خاک پاک تاج سر، من هستم غلام تو. مهربانی یعنی چی؟ من ای را فهمیدم با تو، تکرار میشه در هر نفسم مادر جانم نام تو. فرشته در روی زمین زن بوده او هم مادر، بهش سر پایت است مادر، ای را دارم باور. نوما کدی مرا حمل تو، اوف نگفتی حد عقل تو، آرزو داشتی پرورش بکنی مرا در بغل خود. مادر بگویمت یا آیای، بوبو بگویمت یا آبای، در زبان پشتو بگو مر، دستتا میبوسم از رای تو. تو تویای چشمم خاک پای، مادر جان من فدای، برنم تانم حق تا حتی حق یک نگاه. هرچی که هستم مادر من، از وجود تو هستم، بعد از خدا مادر جان فقط تو را می پرستم. زمزمه ای زبان من، عشقت در دل و جان من، مادر نگاه پر مهرت، آرامش روح روان من. مادر حتی نام شیرین است، برم نمیشم مثل کس، حس خوبی دارم مادر جان، وقتی روی سر
کشید است باشه شدم تغذیه شیرید کده مرا تقویه تا عبد میکنم غلامیتا مادر ایره دار منیه قدر ذره خاکم پوره نمیتونم حقیتا حقیت بسیار زیاد است زیاد است از حد من دوست دار و مادر جان فرشته آسمان مادر میشه برت گفت فراتر از یک انسان جمال نازنین واقعا که نازنین بود تو آهنگت خیلی سپاس و همه چیز در آهنگت گنجانیده شده بود بسیار زیبا بود بسیار خوش آمدین بله و از خانم رقیه نایل هم تشکری میکنیم بازم یک بار دیگر روز مادر براتون از صمیم قلب مبارک باد میگیم امیدوار هستم که همه مادرای ما بتونیم که برشان چگونه احترامی داشته باشیم وقفه میکنیم بسیار زیاد تشکر از شما زنده باشید